سلام سلام خدمت همه دوستان عزیز، خیلی خیلی خوش اومدید هر جایی هستی. امیدوارم که حال دلتون خوش و خرم باشه، همیشه پیروز باشین. امروز یک مهمون ویژه داریم، دوست عزیزمون از بچه های گل ناب افغانستان، ساکن ایران، و قرار موضوع داغ این هفته ها رو پیگیری کنیم با هم دیگه، مورد بررسی قرارش بدیم و داستان ها و اطلاعاتی داره از نزدیکی های اتابک و اون محلی که اتفاقی رخ داده و واقعیت هایی که شاید خیلی از ماها ازش اطلاعات نداشته باشیم و رسانه هایی که یک سری چیزها رو بسیار بزرگ میکنیم. در خدمت دوست عزیزمون هستیم، ممنون میشم خودتو معرفی کنی. سلام علیکی داری با بچه ها؟ سلام سلام آقا مهدی، به شما، به دوستان عزیز که همین الان ما رو دارن میبینن، خیلی خوشحالم با شما هم کلامم. قربان عزیزی نگو به من قربانه، پیام بازی میکردی میگفت قربان قربان، آقا نگو، خواهش میکنم، شما تاج سر ما. خیلی خیلی ممنون، خیلی متشکرم. بالاخره امیدوارم که سفری که داشته بودین برای تو خوش گذشته باشه. ما نبودیم، به هر حال ازتون پذیرایی کنیم. امیدوارم که بچه ها پذیراییتون کرده باشن، بازم در خدمتیم. امیدوارم خاطره خوبی برای تو رقم خورده باشه. عالی بود سفر افغانستان که واقعا عالی بود و بچه هایی که اصلا کم نذاشتم مهمون نوازی، و من به بچه ها گفتم که جز بهترین سفرهای زندگیم بود. خودتون رو معرفی کنی، اسمتون رو بگیم بچه ها، من که میدونم اسمت چیه. خواهش میکنم، من کوچیکی همه بچه ها، اسکندر هستم، اسکندر حکیمی. مدت تقریبا 1 سال و 3-4 ماه که ایران زندگی میکنم. حالا اینجا قبلشم بودی؟ قبلم بودم، بله. مثلا 1396 اینا هم یه سری اومده بودم برای سیاحت و این چیزا، که با دوباره رفتم. این سری هم که 1 سال خورده 4-5 ماه که اینجا، حالا دو جایی که من اینجا بودم الان هستم، خاطرهای خوبی خوشی دارم از مردم ایران و از بچه‌های ایران. راستشو بگو، باور کن این جلوی دور میگرسه، من دارم راستشو میگم. خب راستشو یه چیزی بگو. این نباشه بگی آقا اینجا مهمون شما کی؟ پسر ایرانی هستیم و فلان و نه نه، حقیقت رو بگو. چون مثلا من داخل افغانستان رفتم، یه سری جاها مثلا مشکلات داشت، گفتم بچه‌ها این مشکلات داشت، نمیشم گفت که مثلا کشور ایران بدون اراده وارد این بحثا میشیم. و از داستان ما بگو که چه اطلاعاتی داری از این اتفاقی که افتاد داخل اتابک، که این جنگ و دعوا شده و رسانه‌هایی که اینقدر موضوع رو بزرگ کردن و میدونی همه مردم رو درگیر کردن. مثلا شما بلی. که صبح تا شب سر کاری، من این که صبح تا شب تو خونه منم سر کارم، گرفتی چی میگم؟ بله بله. ولی این صحبت ها دامنگیر من و تو شده، میگن همه افغان ها یا همه ایرانی ها. چه اتفاقی افتاد؟ چه اطلاعاتی داری از اونجا؟ آقا متی ببینید، رسانه ها که حالا شما هم دیدین، ما هم داریم میبینیم، بچه ها همه دارن رسانه ها رو تعقیب میکنن، از سوشال میدیا دارن میبینن. سلام علیکم. واقعا اون چیزی که تو رسانه ها اینقدر که مثلا از کاه دارن کوه میسازن، شلوغش کردن، اونجوری ها نیست. من خودم الان تو همین ایرانم، تو تهرانم، اتفاقا جایی هم هستم که همین اتفاق افتاده، همین اتفاقی محله پیروزی هستم خودم، که بچه‌هامون هستن تو هم محله اتابک هم دارم کار میکنم، منطقه 15 که بحثشون داغه و های تابلو زدن، اعلامیه زدن، چیکار کردن. تابلو یه چندین تا تو رسانه ها زدن، یعنی بله. تصویرشو برداشتن که کار یه سری از مردمه به نظر دقیقا. من حالا تو اونجا رفتی دیدی؟ اونجا... نه خود تابلو رو در حقیقت ندیدم، خود یه چیزی پیدایی که کاری مردمه، آره. کار خود مردم، ولی خوب اون یه کاری بود که حالا انجام دادن، ولی مطمئنا قبلش بعدش حالا قبلش این فکر رو کردن، بعدش مطمئنا جمع کردن اون تابلو رو 100% میان گیر میدن. بله خب دولت، حکومت داره، دولت داره، خب نمیشه که هر کی سر خود بره یه کار بکنه، یه علامه بزنه، تابلو بکنه، مثلا بگه فلانی بزن، فلانی جمع کن، چیکار فلانه، خب اصلا امکان نداره، خب دولت دیگه میدونه چیکار کنه. من این وسط یه پرانتز باز کنم، بچه‌هایی که دوست دارن بیان صحبت کنیم، مصاحبه کنیم در مورد موضوعات، بچه‌های افغان داخل تهران، زنگ بزنن، تماس بگیرن، این استام هست،
با هم صحبت میکنیم. حالا حتما قرار نیست این موضوع باشه، خب من بحثم سر اینه که ارتباطه بین بچه های ایران و افغانستان بیشتر بشه و این طور رسانه ها بیشتر دیده بشه که به همدیگه چقدر میتونیم نزدیکتر باشیم، که بدونن اکثریت جاها بدونن که مشکل از مردمه نیست. گرفتین چی میگم؟ اسکندر جانی که سر کار میره، منم تو سرم تو زندگی خودم، من بشم به عنوان یک ایرانی بعد، یا مثلا تو بشی به عنوان یک افغان بعد. برای بچه ها بگو اسکندر جان که چه اتفاقی افتاد در اون بحث و اون داستانی که باعث کشت و کشتار شد. ببین اون داستان از اولش که همون قضیه‌ای که تو تقریبا 50-50ش که تو چیزی تو همین رسانه‌ها که می‌بینید، که همون یه بنده خدایی که همین کارگر افغان بود یا سرایدار بوده برای اخذ شارژ رفته بوده تو خونه همون ساختمانی که سرایدار بوده، مثل این که رفته بوده بعد اونجا تو همون خونه با یه خانومه میاد جوابشو میده، با این سر همه شارژ ساختمان بوده دیگه، که خانومه دعوای لفظی میکنن با هم، یه حرفی اون میزنه یه حرفی این میزنه، به هر حال میرن هر کی پی کارش میره، خانومم میره خونه‌ش و بچه‌ام میاد خونه خودشون. یعنی اونجا دعوایی اون آنچنان نه. نیست که بگی زدن و زدنه، یه چیز لفظی پیش اومده خدافظ خدا بله یه لفظی پیش اومده که حتی همسایه‌ام خبردار نشده بودن. خب یعنی در این حد بزرگ بوده نبود. بزرگ نبود اون لحظه. خب بعدش این خانم مثل این که زنگ میزنه به شوهرش که سر کار بوده، حالا طوری که میگن، منم که دقیقاً از خودشون که سوال نکردم گرفته باشم، همونطوری که میگن همون بچهایمون تو اتاوک زندگی میکنن، بعد زنگ میزنه به شوهرش میشه که سر کار بوده، دوباره زنگ میزنه به برادر شوهرش بکنم که باز این قضیه رو براش تعریف میکنه، مثلا سرایدار برای شارژ ساختمون اومده بوده، حالا نمیدونم کمکاری از سرایدار بوده که گفته بوده مثلا فلان جا کمکاری کرده، چرا چیزو درست نکردی، حواست نبود، این چیزا. خب طبیعتا برای شارژ ساختمون و برای یه سرایدار همین قضیه است دیگه، چیزی دیگه بیشتر از این نمیتونه باشه. بله من چیزی خراب بوده تو درست نکردی پیگیریش نبود، این چیز مطمئنا سر همین اومده، مثلا اعصاب اون یکی خراب بوده یه آره. چیزی گفته یا اعصابی خراب بوده یا اعصاب خانم همون لحظه خراب بوده به هم خورده بودن. آره بعدش هم خب وقتی زنگ میزنه، خب حالا خانم میگه که مثلا جر و بحثمون شده بوده، این برادر زنش هم دیگه با دوباره مثل این که پیگیری قضیه میشه، میره برادر شوهرش، برادر شوهری همین خانومه با میره دم خونه همین سرایداره، دوباره میره با چرا مثلا حالا گپ و گفتی داشتن دیگه، چرا اومدی یا چرا حالا برای شارژ ساختمون اومدی که اومدی جراب هست، یه برگه غیرتی رفته آره بالا که مثلا شاید فکر کنم مثلا بچه افغان یه چیزهای خیلی بدی گفتن. بله دقیقا که ما هیچ خبر نداریم و نمیدونیم داستان اصلی چی بوده، ولی یه بحثی شده. حالا تا اطلاعاتی که من دارم، جایی که من میشناسم میدونم از بچه های افغان، مثلا یارو رفته برای شارژش درخواست بله. کرده، نرفته اول برای دعوا. بله دقیقا همین. خانومه چطوری جوابشو داده فقط خدا میدونه. خب دوباره که همین چیز آقایی که میره سراغ سرای داره اینجا با خب طبیعتا دیگه چرا اومدی و چرا مثلا دعوای لفظی داشتی و اینا، جرابتشون بالا میگیره که مثلا خیلی بالا میگیره دیگه جرابتشون، که منجر به همین دعوا و مشت و مثلا لگت و حالا درگیری فیزیکی میشه، منجر به این کارا میشه، دوباره این بنده خدا مثل این که زخمی میشه، میبرن بیمارستان و بعد دوباره قضیه همین فوت و این چیزا پیش میاد. بعد این خب خیلی مثل این که گنده شده تو این چند روز، خیلی قضیه رو مثلا گنده، حالا خب یه آدم این وسط تلف شده، خونم قضیه کوچیکی نیست آخه. خب اتفاق افتاده دیگه، اتفاق میفته. ببینید قضیه قتل و کشتن و جنگ و اینا در واقع داخل همه کشورها هست. بله دقیقا. تو پیشرفته ترین کشورش هم که بگین وجود داره، که مثلا سیاه‌پوسته میاد سفیدپوسته رو میزنه، سفیدپوسته اونو میزنه. به هر حال من به عنوان مجرم یه جرمی رو مرتکب شدم، خب حالا دست شکسته بنده خدا فوت کرده هر چیزی، بعد منو میگیرن مجازات میشم،
یعنی در واقع با بیعقلی من هم یه نفر تلف شده، هم خودم تلف شدم و خانواده هایی که سوگوار میشن و حالا داستان های بعد پای سر خودشون. این قضایا دیگه نباید گنده بشه. من خیلی از بچه های افغان داخل ایران رو میشناسم که خیلی کارهای بزرگی دستشونه، شرکت هایی هست، رستوران هایی هست که خیلی از بچه ها میدونم، من گفتم با خیلی هاشون در ارتباطم و اینکه نمیتونم بیان جلو دوربین، اون داستان خودشونو داره. منظور این که ما همه با هم رفیقیم و این برنامه ها برای اینه و دعوتی که از دوستان افغان به عمل میارم فقط اینجا نیست. من الان قبلش با اسکندر جان صحبت کردیم، قراره مثلا ما رو دعوت کنم به یه قابلی در خدمتون قربان. آره، و این دوستی ها بیشتر باشه و این بحث های الکی که رسانه ها هی گنده میکنن، هی بزرگ میکنن برای دور شدن ما، مایی که برادر بودیم، برادر هستیم و این داستان ها، این الان میخواییم لاپوشونیش کنیم دیگه. رسانه ها رسانه خودمونیم و رسانه این آقا مهدی، رسانه هم همین رسانه خودمونم. خب من خودم یه سری از شهروندان خودم، اتبایی همشهری های خودم که حتی ایران هم نیستن، افغانستان هم نیستن، اون بردارن زندگی میکنن، فقط شنیدن این قضیه رو، خب شنیدن، حالا برنامه شده پوشش میدن، وایرالش میکنن. چی من که دارم همین تهران زندگی میکنم، حالا درسته همون یک و دو روز اول شهروندان همون همسایه و حالا فک و فامیلی چیز عصبی بودن، یه حرکتی یه حرکاتی زدن، خب تقریبا میشه گفت خب طبیعیه دیگه. خب طبیعیه، آره دیگه، تو هم لحظه که یکی از دست بدی، لحظه که یکی از دست بدی خب طبیعیه، ولی اینجوری که مثلا تو وایرال شده تو شبکه ها، های نمیتونه بره سر کار، برای نمیتونه مثلا نونوایی، برای نمیتونه مثلا از خونه بزنه بیرون، اینجوری نیست واقعا. در حقیقت همین حرفا باعث میشه که بنده خدایی که تو اون محل زندگی کنه، یه آدمی زادیم، همه ما آدمی زادیم، یه ذره مثلا شاید احساس ترس کنه، شاید احساس ناامنی کنه، مثلا شاید بره بیرون یه چیزی بخره و این داستانا. به هر حال این بحثا پوشیده میشه، یعنی بسته میشه، باز مردم برمیگردن به زندگی های عادی خودشون و این گندگویی هایی که کسی حق نداره بیاد بیرون، همتون باید اخراج بشین، وجود نداره. خب مثلا 80 میلیون آدم داخل ایران زندگی میکنه مثلا به عنوان ایرانی، خب یه نفر اومده یه چرت و پرتی گفته، یه بنر زده، ما میخوایم همه رو. ما چند نفری تو؟ 10 نفر بیشتری، 20 نفر بیشتری. یعنی این دولت انقدر بدبخته. حالا کاری به ظلم دولت نداریم که سر یه سری از بچهای افغان میارن قد مرز میکنن، کسایی که حتی ویزا دارن، حالا اون بحثا میذاریم سر یه قسمت های دیگه، حتما در موردشون صحبت میکنیم و موضوعات مختلفی که بچه ها میتونن بنویسن در موردش صحبت. خلاصه موضوع اینه که ما با هم رفیقیم، ما با هم برادریم و این موضوعی که پیش اومده و داستانش رو که اسکندر جان گفت اینجوری بوده که آقا یه نفر رفته سر شارژ، یه دعوای لفظی بوده، بعد برادر شوهر طرف اومده رفته دعوا کرده دیگه، حالا این دو تا زده، اون سه تا خورده، اتفاق نمیشه گردنه داره. مثلا من الان اسکندر رو بگیرم بگم تو به عنوان یه افغان الان اینجور، خب این بنده خدا چه گناهی کرده؟ یا تو مثلا منو بگیری، آی تو ایرانی هستی، تو فلان هستی، چی میشه به نظره؟ تو دو تا چک میزنی، من دو تا چک میشم، دوباره همون اتفاقه، دوباره همون میشه. یعنی بحثا با گفتگو. ببینید اگه بچهای افغان داخل ایران سر کاری هستن و اینا، الان خودت سر کاری، من روزی چند بار با ایرانی ها سر و کار داری؟ من ببین اگه تو طرز رفتارت، حرکاتت اوکی نباشه، مطمئنا خودت به مشکل میخوری. غیر اینه، آره، یه ذره هم در مورد این موضوع برای بچه ها بگو که چه داستان هایی داری خودت با ایرانی ها، یا با همون بچه های افغان، رفیقای خودت، محل سر کارت، بیرون، خیابون ها، دید مردم چطوریه؟ نه آقا مهدی، ببین من تقریبا الان که هم قبلا هم گفتم یک سال خورده ایه، خب میبت رو بزن بچه ها نگم فقط برا خودت گذاشتی. بچه ها میان گیر میدم، میگن آقا چرا خودت بزن. آره گفتم بزن بر بدن. آقا مهدی واقعا زحمت کشیدم دستش رو درد نکنه، کم و کسی بود دیگه، خواهش میکنم. خب میفرمادین عزیز من، من الان خودم
خیلی وقت، یعنی یک سال خورده خیلی وقت، واقعا یک سال و 3-4 ماه خیلی زمانه. ایران دارم زندگی میکنم، کار میکنم، فهم محیط کاریمم واقعا الان نه که جلوی دوربین شما مثلا شهروند ایران هستید من چیز کنم، حتی میونه کلومت بچه‌هایی که حتی اعتراضی دارن یا مشکلی براشون پیش اومده یا هر داستانی به هر حال اتفاقی افتاده میتونم بیان اینجا صحبت کنیم. حتما هم قرار نیست تصویرت باشه، ما میتونیم تصویرم تار کنیم که شناسایی هم نشیو. خب ببخشید، خواهش میکنم. با خیلی رفتار خوبی دارن واقعا، تا جایی که مثلا من باهاشون رفتار کنم ایشون. من کلا سر کارم از بیشتر از شهروندان خودم که هستن بچهای افغان، بیشتر سر کارم با ایرانیه، چون کارم یه جوریه که باید با ایرانی چیز کنم، مشتری دارم مثلا، حالا رفت آمدم و تو محله که زندگی میکنم واقعا تا جایی که تونستن بهم کمک کردن ولی ضرر بهم نرسوندن. چرا دروغ بگم؟ خب اینا همه اخلاق و رفتار خودت. نه خواهش میکنم، مطمئنن اگه تو یه بدی کنی دور از جونت، دور از تو، دور از تو. مثلا اگه دید بدی داشته باشی، فکر بدی داشته باشی، یا مثلا قلب بدی داشته باشی، هیچ موقع تو خوشرفتاری نمیبینی. حتما قرار نیست تو ایران باشی، تو هر جای دنیا باشی. بله درست. خب من توی مدت که اینجا کار میکنم گفتم که تا جایی که مثلا بهم کمک نکرده باشن ضررم بهم نرسونه. واقعا در اکثر جاها کمک هم کردن، تو حالا اسمشون خوب نیست ببرم، تو مثلا حالا تو اداره کارم گیر کرده یا تو جای تو مثلا مکانی، حالا تو کلانتری جای اتفاقا هست، بسای کاری واقعا کمک کردن، دستشون هم در نکنه، از همینجا ازشون تشکر میکنم. نه عزیزم این چرفیه، خیلی دوست دارم. کسی که کمک یا حتی هر حرکتی میزنه سر انسانیت، این همه انسانیت از من رفتم مهم. افغانستان این همه به من خوبی کردن، این همه به من خوبی کردن، وظیفه‌شون نبوده یا من کاری نبودم، اینا همش انسانیته، اینا انسانیتی بوده که مثلا اون ور بچه‌های افغانستان به من لطف داشتن. ببین تو بچهای افغان همه خوب نیستن، تو بچهای ایران هم همه خوب نیستن. بله دقیقاً. این که بگیم آقا نه 100% توپ 100% خوب، یا بگیم مثلا تو که تو شهرهای دور یارو تو زندگی خودشو داره تو روستا، اون چه گناهی کرده من مثلا بیام بگم بچهای افغانستان اینجوری؟ اون بنده خدا داره برای خودش تو کشاورزی یا همین تو ایران تو روستاها زندگی میکنه. این مسئله ها هست، یعنی اینکه کسی هم تو خوبی کرده، اولا خوبی خودت بوده، خوش رفتاری خودت بوده، خوش قلبی خودت بوده، خوش برخوردی خودت بوده که جواب سلام علیکه. این مسئله ها هست. بله که هست. بعد من از همینجا از شهروندان ایرانی هم خواهش میکنم که اشتباه یه نفر دامنگیری مثلا یه ملت واقعا نمیشه. خب نباید مثلا، حالا بعضی ها تقریبا تعداد خیلی معدودی، مثلا اون اتفاقی که همین چند روز پیش افتاده بود، دامنگیر یه سری‌ها شدن خیلی معدود و مثلا حالا ناخواسته و تو جوگیری و شدن، ولی واقعا حقشون نبود و نباید هم بشه. یعنی در حقیقتن چون یک کسی میخواد یه کاری انجام بده، اشتباهی بکنه، خب تاوانش هم خودش میده، تاوانش هم خودش هم میده. مثلا من یه اشتباهی میکنم، حالا هر کاری، یه ناآرامی، حالا یه دعوایی، چیزی، این قرار به این نیست که من مثلا داداشم هم اینجوری باشه، فامیلم هم اینجوری باشه، یا مثلا کلی ملت افغان اینجوری باشه. با قول شماها مثلا تو بهترین کشور دنیا، تو همون پاریسش، تو همون آمریکاش که با این همه قدرت و با این همه پیشرفتگی و این هستن ها، تو مثلا 4 انگوش با هم برادرن ولی برابر نیستن. بله. یه خانواده مثلا 4 فرزند داره، خب هر 4 قرار نیست برای دکتر بشه، یکیش دکتر، یک مهندس، یکی مثلا کارمند ساده، یکیش هم مثلا یه کاره دیگه است دیگه. تو ملت افغان مثلا دروش 40 میلیون نفوس و جمعیت داره، خب یه خیلی تعداد معدودی هستن که مثلا انگوش شمار، خب یه کاری میکنن، یه اشتباهی، خطایی ازش سر میزنه، طبیعی، ناخواسته. بله دقیقاً، ناخواله همه جا هست، همه جا هست، قبول کنیم همه جا هست، ولی اینی که مثلا اون کاری که میکنه برمیخوره یا دامنگیری شهروندی همشهری خودش میشه، اونی که مثلا اونی هم که این قضیه رو فکر میکنه که مثلا این کارو کرد و بقیه همه اینجوری، نه، این دور از مثلا عقل آدم، دور از انسانیت، انسانیت یه چیز دیگه است واقعا. بله این مسئله هست. به هر حال یه سری از بچه‌ها خارج از کشور هستن، اینا رو میبینن،
شاید یه بدی هایی دیده باشن میان باز مثلا فوشا رو میدن به همه. بله بله. واقعا همه اینجوری نیستن. من اینجا میگم چه بچه های افغان، چه بچه های ایران، چه هر کجا که هستن، در کشورهای دیگه به هم برخورد میکنن و میبینن حالا شاید خوبی نداشته باشه، رفتار خوبی نداشته باشه، راهتون رو کچ کنید. وارد این یعنی هیچی مهمتر از آرامشتون نیست بچه ها. واقعا اینو جدی میگم. همه چی هم با گفتگو حل میشه و همه چی هم با گفتگو خراب میشه. بله دقیقاً. ببین این زبون، شاعر چی میگه؟ اینجا شاعر حرف خوبی میزنه، میگه زبون سرخ سر سبز را میدهد بر باد. تو هر چی هم خوب باشی، دو تا کلمه این ور اون ور کنی، یه دعوا میشه. تو عصبانیت آدم نمیفهمه. چاقوی جابجا میشه، شیشه جابجا میشه و این دامنگیر همه افراد میشه. یعنی اون قشر از جامعه که مثلا آقا شما به عنوان افغان، من به عنوان ایرانی، هیچ فرقی نداریم ما با هم دیگه. الان نشستیم کنار هم تو خونه ما، یه آب میوه میزنیم، اومدیم گپ و گفتگوی میکنیم. حالا شاید کم و زیاد باشه، این ور اون ور باشه، ولی شما این صمیمیت رو ببینید، شما این دوستیه رو ببینید. مهم همینه. بله اینو من دارم بهتون میگم، اینجا تموم نمیشه. یعنی این نیست بگیم اسکندر اومده اینجا دو کلمه حرف بزنه، یه صحبتی کنیم بره خدافظ. نه، ارتباطه هست، قوی تر میشه. بله سلام علیکه هست، دوبار دیگه من میرم اونجا، اینا میان، ویدیوهاشو میذاریم، ارتباطه رو بیشتر کنیم، صحبت ها بیشتر باشه. اسکندر جان صحبتی داری با بچه ها بگو، نداری کم کم این بحثو ببندیم. حرف زیاده، حرف که زیاده. بله خاطرهای شیرین و تلخ مطمئنا همه از همه جا دارن. همدلی همیشه بهتر از همزبانیه واقعا. حالا ما شهروندانی ایرانی و افغان تو کشورهای مثلا خارج داریم، بجز ایران، افغانستان، تو اروپا، حالا تو آلمان هست، تو آمریکا هست، فرانسه، پاریس، همه جا هستن. این دو تا همزبان که همدیگر رو میبینن انگار دو تا داداش به هم رسیدن. اینجوریه واقعا، ما داریم میبینیم. بعد انسانیت از همه چی مهمتره. خب پای یه بنده خدای من که دارم میشناسن، دارم وسط جامعه، وسط تهران، وسط مثلا دارم کار میکنم با کارگر جماعت و بالا با مهندس و با همه چی دارم سر و کله میزنم دیگه، هستم تو این راه دارم کار میکنم. یه سری افغانای بیچارهمون که واسه واقعا واقعا مجبورن واسه کار اومدن، فقط هدفشون کاره. بله بله. ببین یکی هست مثلا سرپرست یه خانواره، مثلا 5-6 تا خانوادن، یه نفر کارگر درآمدی دارن. تو افغانستان شرایط فعلا اینجوریه، واقعا کار نیست. شما که دارین میبینین از اونجا اومدین، کار، وضعیت کار اقتصادی خرابه. تنها نوع چیزی که مد نظرشون میرسه، گزینه ای که همین کشور دوست همسایه ایرانه، خب هم همزبونه، هم الحمدلله مسلمون، هم همجوار. بله. دیگه از این بیشتر دیگه چی؟ فرهنگمون تقریبا یکیه، همش یکیه، همه چون به هم نزدیکه دیگه. حالا تو این مثلا حالا 4 میلیون، حالا 5 میلیون، حالا 3 میلیون افغان که تو کشور ایران دارن زندگی میکنن، هر کدوم دارن واقعا کار خودشونو میکنن، میرن سر کار و میان و سرشون تو زندگی خودشون. حالا یکی و بلند میشه این وسط، یه اشتباهی، یه خطایی کار میکنه، دامنگیر بقیه میشن. بعد خب اینم واقعا انصاف نیست. از حق نگذریم ها. من بگم خیلی که نه، یک سری ها هستن از ایرانی ها که واقعا بد دهنن، بد صحبتن و اون نگاه بالا به پایین رو دارن نسبت مثلا به بچه های افغان، که اینها باید درست شن. و این ویدیوهایی که ما میگیریم، حالا بچه ها لطف میکنن تو اینستا پخش میکنن، تو تیک تاک پخش میکنن، اینا فقط برای اینه که بفهمن اون نگاه بالا به پایینی اصلا نیست. تو اگه خوبی باید انسانیت رو رعایت، اگه خوبی باید خوبی تو به بقیه نشون بده. چیه من تو خیابون یکی رد بشه آوی فلان فلان، چیه من خوبم الان؟ من نه، این اشتباهه دیگه. تکنولوژی پیشرفت کرده، سواد همه بالا رفته، این خطاها، ببین یه سری خطا هست بین ایرانی و افغان که اون جزئیات باید یواش یواش درست بشه. به امید خدا حرفای خوبی میزنه. یه نفر خرابکاری میکنه، هزاران نفر بعد اذیت بشن که چی؟ آره دیگه، این واقعا این نباید اینجوری بشه در حقیقتش. ولی از همینجا من از اون شهروندانی که مثلا ویدیو، من یه سری ویدیوهایی دیدم واقعا آقا مهدی تو همین از موقعیت دارن استفاده میکنن. خب موقعیت تو فکرشون نرو، اینجا همه چی معلومه. اصلا نمادشون بس نکن، ولشون.
دمتون گرم، همینطوری ادامه بدیم. آره ما اینجا همه چی رو جمع جور میکنیم، هی درست میکنیم. آره ما داریم درستش میکنیم، خواهشن دیگه خرابش نکنیم. آره چیزا نره دیگه، حل میشه با گفتگو، همه چی داره حل میشه. خب یه سری هستن، خب تو کشور ایران هم هسته، تو کشور افغانستان هم هسته. خب یه سری مطمئنن درستش هم میکنن، یه دو تا مثلا حالا بلند میشن یه حرفی میزنن، یه حرکتی انجام میدن، با چهار تا دوباره مثلا سرکوبیشون میکنن بهش میفهمن آقا اینجوریه اینجوریه. دقیقاً دقیقاً اینجوریه. بچه ها برنامه رو یواش یواش به پایان برسونیم، نیم ساعتی داریم حرف میزنیم. حرفی زیاد، حالا حرف بذاریم برای ان شاء الله برنامه بعدی و بعد قبلش هم نشستیم یه ساعت داشتیم صحبت میکردیم جاتون خالی، به امید خدا وقت زیاده، باز بچهای دیگه هستن، خودمون هستیم، میشینیم صحبت میکنیم تا جایی که بتونیم، ویدیوهای اوکی میفرستیم برای بچه‌ها که این ارتباطه قوی تر بشه. بله دقیقا. ببین من نیتم از روز اول همین بوده و به همه هم ثابت شد دیگه. دیگه من کمترین کاری که از اول میاد همینه. خواهش میکنم شما تاج سر یا عزیز مای بچه افغانستان رفتین و امیدوارم پذیرایی خوبی شده باشه، خاطره خوبی براتون رقم خورده باشه. بازم انشالله ما میریم، شما بیاین کلا در خدمت این رابطه بعد هی قوی و قوی تر بشه، بله مستحکم تر بشه. 100% انشالله. درصد همینه. مرسی از همتون بچه ها، مرسی اسکندر جان، خواهش میکنم. خواهش میکنم دیگه خداحافظی کنیم یواش یواش از بچه ها. از من خداحافظی میکنم، مرسی که بودین. آقا اسکندرم خداحافظی کنه، زنده باشین. آقا متی خیلی لطف کردین، ممنونم، دعوت کردین و اومدین حرف و کلامی زدین با بچه ها، خیلی ممنونم. دنبال این حرف ها و ایدیس ها نرید، بیشتر از که دارن کو میسازن، چیزی خیلی چیزی نیست، اونقدر که شما میبینین اونجوری هم نیست. متشکرم، همچنان دستتون هم دردن تا اینجا ویدیو دیدین، خدا نگهدارتون، اوقاتتون خوش. چکیم، تا ویدیو بعد، بای بای.